پنجشنبه هفتم اسفند ماه 1399 خورشیدی برابر است با 25 ماه فوریه 2021 میلادی. خانم ها، آقایان، هموطنان، همزبانان، هر جای دنیا که هستید و به برنامه های تلویزیون ایران فردا توجه می‌فرمایید، صمیمانه‌ترین درودهای من و همکار خوبم آقای علی عزیز در لندن رو بپذیرید. مژده‌ای دارم برای شنیدن نظرات جناب دکتر عباس میلانی که امروز در برنامه خواهند بود. با مقدمه بسیار کوتاه می رویم به پالو آلتو در مقر زندگی و کار آقای دکتر عباس میلانی و با ایشون خواهیم بود، راجع به مسائل مختلفی که این روزها مطرحه باشون صحبت خواهم کرد. امیدوارم برنامه مورد توجهتون قرار بگیره. نظراتتون رو می توانید با من در میون بگذارید. ایمیل آدرس من هست حسین.حجازی@gmail.com حسین.حجازی@gmail.com که باید از هومن عزیز و علی عزیز خواهش بکنم آدرس این ایمیل رو روی پرده بگذارن برایشون. مسئله ای که مطرح در امریکا ادامه فعالیت های آقای ترامپ هست و جلسه ای رو که هفته گذشته جلسه مشترک مجلس این دو کمیته بررسی میکردن، علل و مسائلی رو که باعث اون شورش شد در ششم ماه ژانویه و اون شرایطی رو که شاهد بودیم و تخریب مهمترین مرکز قانونگذاری امریکا، کنگره امریکا، و کسانی که اگر دستشون میرسید بسیاری از دولت مردان رو به قتل میرسوندن و غیر ذلک. مسئله دیگه، مسئله شرایط اسف انگیزی است که کرونا در ایران ایجاد کرده و هیچ روزنه ای از امید باز نشده تا امروز. معلوم نیست که حتی همون واکسن روسی رو که قرار بود به تعداد زیاد وارد بکنن و مردم رو واکسینه بکنن، دوباره خیلی خبرهای مبهم و در واقع سردرگم کردن مردم هیچ گونه کار دیگه انجام نداده. یعنی تمام اینها مردم رو توی شرایط خیلی بد گذاشته، کسبه خیلی دارن لطمه میبینن. این مسائلی رو که باید رعایت بکنن به خاطر اینکه زندگیشون مختل شده رعایت نمی کنن و روز به روز شیوع بیماری و کشتاری رو که در ایران میکنه، که گفته میشه آمار جدیدی هم و که دقیق باشه جمهوری اسلامی اعلام نمیکنه، ادامه داره. مسئله کانون وکلا که ضربه دیگری بهش وارد شده امروز با تصویب نامه‌ای که اون رو به عنوان کسب و کار گفتن اعلام کردن وکیل بودن رو، و مسئله نبودن رسانه های آزاد و اینترنتی که در مملکت ما کنترلش دست رژیم هست. هر وقت که میخواد قطع میکنه، هر کدوم از این اپلیکیشن هایی که وجود داره به دلخواه خودش ممنوع میکنه، میبنده راه رو. و الان مسئله کشتاری که شده در منطقه سیستان و بلوچستان و سوختبرانی که اونجا واقعا معلوم نیست چند نفرشون رو نیروهای انتظامی و امنیتی کشتن و مسدود کردن اینترنت دوباره در این مورد مطرحه، و مسئله اعلام و یار افشای اسناد محرمانه در مورد دخالت ولیعهد عربستان سعودی آقای محمد بن سلمان در قتل آقای قاشقی رو مطرح کردن و اینکه واقعا در یک
دو دوزه بازی و نوعی تناقض فوق العاده مشهود هستیم، شاهد هستیم که در مورد ایران و حکومت ایران که اینطور داره مردم رو میکشه و فشار میاره و سرکوب میکنه، مسئله حقوق بشر اونجا مطرح نمیشه و بعد مسئله عربستان سعودی و اقدامات ولیعهد عربستان رو مطرح میکنن. اینها مسائلی است که در صحبت با آقای دکتر میلانی در میان خواهم گذاشت. می رویم و می نشینیم پای صحبت های آقای دکتر میلانی. من دیگه سعی می کنم که وقت برنامه رو نگیرم. این شما و این گفتگوی من با آقای دکتر میلانی. همونطور که در مقدمه گفتم، امروز لطف کردن با تمام گرفتاری هایی که دارن و به خصوص شروع شدن کلاس ها این فرصت رو دادن که در خدمتشون باشم. سلام میکنم خدمتشون رو. مثل همیشه سپاسگزار محبتشون هستم. سلام به شما قربان و به همه بینندگان عزیزتون در هر جای ایران پهناور. طبق معمول برای من مایه خوشبختی و افتخاره که با شما صحبت کنم. به من خیلی، من رو واقعا نمیدونم چطور بگم، بعضی وقتا احساس شرمندگی میکنم که مبادا تحمیل باشم به وقت شما. به هر حال آقای دکتر، میخوام در اولین سوالم در مورد این مسئله سوم اسفند، کودتای رضا شاه یا رضا خان و آنچه که داره میگذره، اگر صلاح میدونید، این دو یا چند عقیده‌ای که وجود داره و به خصوص کسانی که با به طور کلی خاندان پهلوی یک دشمنی دیرینه دارند، اون رو نوکر انگلیس ها گفتند بی سواد و دیکتاتور و دیگه صفتی نمونده که به اون ندادن، کسانی که مخالفش هستند و اون طرف قضیه کسانی که واقعا معتقدن که اگر رضا شاه نبود ما به این درجه از ترقی در زمینه‌های مختلف نرسیده بودیم و ایران که یک کشور روستایی بود رو به یک کشور امروزی تبدیل کرد با اقدامات متعددی که کرد. می‌خواستم یه جنبندی بفرمایید اگر ممکنه، چون سوالات زیادی دارم، در این مورد نظرتون رو بفرمایید. و داشتم تو ذهنم فکر میکردم کاش آقای دکتر همونطور که راجب شاه کتاب نوشتن، راجب رضا شاه هم یک کتاب مینوشتن. البته در تألیفات مختلفتون اشاره کردید به کارهای رضا شاه و به خود رضا شاه، ولی این آرزوی من تا چه حد ممکنه برآورده بشه آقای دکتر؟ مثل همه آرزوهای شما ممکنه این هم خیلی برآورده بشه، چون من هم خیلی کنجکاوم و خیلی علاقه‌مندم و در این سالهایی که در مورد دوران محمد رضا شاه کار میکردم، خب خیلی به اسناد خود دوران رضا شاه هم برخوردم و همیشه احساس میکردم و میکنم الان شاید بیش از هر زمان دیگری که دلم میخواد یک کتابی در مورد او تهیه بکنم. بدون شک در فکرش هستم و در تدارکش هستم. یکی دو آرشیو مهم هست که بهش باید دسترسی پیدا کنم. نمیدونم چه جوری میشه، یعنی میدونم چه جوری میشه ولی بایستی تدارک عملیش رو انجام بدم. ولی به نظر من کودتایی که بهش اشاره میکنید و امروز این هفته در واقع صدومین سالش هست، آغاز ایجاد ایران مدرن هست. یعنی در واقع تلاشی است از طرف دو نفر، سید ضیاء و رضا خان. یعنی نقش سید ضیاء رو نباید در این قضایا به نظر من کم گرفت. تاریخ به سید ضیاء خیلی کم مهر بوده، طرفداری نداشته، همه مخالفش بودند به نوعی، ولی نقش بسیار مهمی در این ماجرا داشته به نظر من. و ایران 20 سال قبل از این کودتا
ایرانی بود که در آستانه فروپاشی بود، در مفهوم دقیق کلمه، یک به اصطلاح علوم سیاسی failed state بود. دولتی بود که به ظاهر دولت بود، در رأسش یک جوان رشوه بگیر از انگلیس و ضعیف و عده‌ای بودند که دوروبر او بودند، بعضی از اونها هم جیرخوار انگلیس بودند. مملکت حداقل 25% جمعیت خودش از دست داده بین 1900 تا 1920، به یک روایتی 40%. آقای دکتر افخمی در کتابشون به اسم Modern Contagion به این قضیه با دقت پرداختن. شیخ خزعل در جنوب در آستانه ایجاد یک دولت مستقل بود، اسمش هم انگلیس‌ها بهش توصیه کرده بودن چی بود، خطه نفتخیز رو با کمک بعضی از ایلات و عشایر می‌خواستند مستقل اعلام بکنند. در گیلان اولین حکومت بلشویکی خارج از شوروی تشکیل شده بود با کمک نیروهای شوروی و کمونیست‌های ایرانی و ناسیونالیست‌های ایرانی مثل میرزای جنگلی. یعنی یک مملکتی بود که قدرت مرکزی درش وجود نداشت، توان اقتصادی نداشت، حقوق دولت رو بایستی، دولتیان رو بایستی اغلب از انگلیس وام ماه به ماه میگرفتن. و در این فضا اونها اومدن، رضاخان و سدزیا اومدن و در واقع کودتا هم در اون مفهوم در آغاز نکردن، برای اینکه احمدشا رو که بر نینداختن، احمدشا رو نگه داشتن. سدزیا حکومت حکم نخست وزیری گرفت، سردار سپه وزیر جنگ شد و 4 سال طول کشید تا این انتقال کامل قدرت صورت بگیره. به همین خاطر به نظر من در خیلی از این مسائل دوستانی که او رو نوکر انگلیس میدونن، گماشته انگلیس میدونن، فلان میکنن، اینا افواهیاته. و وقتی اسناد رو رجوع میکنید به گمان من پدیده دیگری دیده میشه، پدیده یه آدمی دیده میشه که اتفاقا با انگلیس ها خیلی زاویه داشت، با انگلیس ها مسئله داشت. بدون شک انگلیس آیرون ساید در این ماجراها نقش داشت، ولی نقش انگلیس خیلی پیچیده تر از این بود. رابطهش با رضاخان خیلی رابطه پرتنشی بود، هم در دوران رضاخانیش و هم بعد در دوران رضاشاهیش. در دوران رضاشاهیش تقریبا از روز اول با انگلیس زاویه داشت، در مسائل مهمی با انگلیس مسئله پیدا کرد و حتی روز آخر که انگلیس ها با تلاش جدی سازمان یافته اندیشیده بر اساس خود اسناد اونها کمک کردن که او را از تخت سلطنت بکشن پایین و تحقیرش بکنن. یعنی 4 سال آخر زندگیش رو عمدن آلمان آمدن تحقیرش کردن به جزای اون کارهایی رو که در دوران سلطنت با انگلیس کرده بود. دکتر میلانی، یکی از دستاوردهای رضا شاه این بود که با یک سیاست خاص و با اطرافیان واقعا برجسته‌ای که انتخاب کرده بود تونست اول در واقع با روحانیون کنار بیاد و اونها رو به اطمینان اونها رو به خودش جلب بکنه و بعد هم واقعا کاری کرد که به کلی اینها داشتن از صحنه سیاست ایران محو می‌شدن و در این زمینه اختلاف شدید گویا با همسرش داشت که در کتاب شما آمده این مسئله و اینکه همسر رضا شاه و مادر محمد رضا شاه بسیار مذهبی بوده و محمد رضا شاه تحت تاثیر او. و خب ما در موارد گوناگون، خود من شاهد
صحبت‌های محمد رضا شاه بودیم که از ابوالفضل و کمکی که بهش کرده بود و از کارهایی که تا آخرین لحظه حکومتش کرد و در واقع دوباره روحانیون رو به صحنه آورد و حتی ازشون دلجویی کرد، این رو به چه صورت میشه توجیه کرد؟ من اولا دوباره برگردیم به آغاز نکته که فرمودید. به نظر من مهمه که به این نکته اشاره کنیم که این انتخاب فقط یک طرفه نبود. رضا خان و بعد رضا شاه نبود که این افراد رو فقط برگزید. این افراد هم بودند که در رضا خان و بعد رضا شاه شخصیتی رو دیدند که میتونه آمال ایران رو، آمال مشروطه ایران رو متحقق کنه. ببینید مشروطه یک وجهش حکومت مشروط پادشاه مشروط است. یه وجه دیگرش ضرورت وجود شرایط اقتصادی اجتماعی برای تحقق مشروط است. یه وجه دیگه قانون اساسی در دوران مشروط ایران حق وتوی روحانیت در یک هیئت 5 نفری. همه ما به درستی به گمان من ایراد میگیریم بر رضا شاه که جنبه مشروطیت سلطنت رو واگذاشت و یک حکومت اقتدارگرا کرد. ولی دو نکته مهم رو هم یادمون نره. یک، جنبه به اصطلاح معیوبی که در قانون اساسی وجود داشت، یعنی وتوی روحانیت رو عملا گرفت ازشون، بهشون نه تنها حق وتو نداد، همونطوری که گفتید از مهمترین عرصه‌های نفوذشون بیرونشون کرد، از نظام آموزشی بیرونشون کرد، یک نظام آموزشی مدرن ایجاد کرد، از قوه قضاییه بیرونش کرد، یک نظام قضایی مدرن ایجاد کرد به کمک امثال داور، از نظام مالی مملکت بیرونشون کرد برای اینکه اوقاف رو ازشون گرفت، از کل فرهنگ ایران بیرونشون کرد برای اینکه گفت کار شما رسیدن به احکام مذهبی است، حق دخالت در امور اجتماعی ندارید، نمیتونید به زور زن سر زن حجاب بکنید، نمیتونید به زور بگید که مدرسه نسوان راه نیفته. مشروطه که فقط در حکومت مشروط پادشاه نیست، حکومت مشروطه در این حال خواست مشروطه داشتن دانشگاه بود، رضا شاه دانشگاه رو راه انداخت، خواست مشروطه باز شدن مدارس برای دختران بود، رضا شاه مدارس دختران رو راه انداخت به رغم مخالفت آخوندها، از مدرس بگیرید تا همشون به زور دولت این رو در واقع متحقق کرد و بقیه زمینه هاش رو هم فراهم کرد. منتها ببینید به نظر من یه مقداری از گرفتاری کار در اینه که یا مخالفین ازش میخوان یک شیطان بسازن، به قول خودشون گماشته انگلیس بسازن، و طرفداراش هم میخوان ازش یک قدیس بسازن. نه، رضا شاه قدیس نبود، یک کسی بود که به نظر من ایران رو سخت دوست میداشت، میهن پرست بود و برای ایجاد یک ایران قدرتمند متمرکز بیش از هر کسی دیگری در این 200-300 سال اخیر ایران نقش موثر داشته. بسیاری از تحولاتی که امروز در ایران ما شاهد هستیم، مثلا حضور واقعا افتخارآمیز زنان در عرصه‌های مختلف به رغم سیاست طالبانی رژیم، این برخواسته از این واقعیتی که رضا شاه متوجه شد که زنان ایران دارن مبارزه میکنن. دوباره یک توهم وجود داره که رضا شاه اومد یه روزی رفت آتاتورک رو دید که اونجا حجاب رو برطرف برداشته، اومد گفت در ایران باید حجاب برداشته بشه. در ایران 30 سال قبل از رضا شاه، 50 سال قبل از اومد رضا شاه، قرة‌العین حجابشو برداشته. در دوران مشروطه زنان متعددی هستن که برای آزادی زنان، برابری زنان، مدارس زنان فعالیت میکنن. رضا شاه این رو دید و با افق خودش همسو و همساز بود، گفت مدارس زنان، گفت لباس زنان، من مخالف حجاب اجباری
و کشف حجاب اجباری هستم. ولی مسئله حجاب رو رضا شاه بر جامعه ایران تحمیل به اون سو نکرد. زنان ایران بودن که داشتن مبارزه میکردن براش. و تو آیا رضا شاه اشتباهات کرد؟ رضا حتما کرد. آیا ایرادهایی برش هست؟ حتما هست. آیا مسئله فساد مالی داشت؟ قطعا داشت. بگم مثلا انکار ناپذیر این قضیه. ولی به رغم اون کمبودها یه مملکت ورشکسته در حال فروپاشی رو تحویل گرفت و وقتی که تحویل پسرش داد یک مملکت در حال رشد بود، بدون شک فضای سیاسیش بسته بود. ولی تعداد کسانی که در دوران رضا شاه، در تمام دوران رضا شاه به عنوان مخالف سیاسی کشته شدند برابر 1000 کسانی است که این رژیم کشتن. آقای رئیسی که الان رؤوفت اسلامی رو داره رأساً شخصاً با کمک 3 دیگه جا قاتل در یه فاصله 3 4000 تا آدم رو کشتن. اینایی که میان صحبت میکنن، این دیدم یک کسی توی یکی از این برنامه‌های تلویزیونی گفت بله اون دوران استبداد زیاده و یک داستان ابلهانه‌ای در مورد با قول خودش یه شاعر که مختار شیرازی رو ظاهرن اشاره میکنه بهش. تمام داستان ساختگیه. ولی حتی اگر اون داستان واقعی بود که نیست، تعداد شعرا، تعداد نویسندگان، تعداد مخالفینی که در این دوران در ظرف 1 کشته شدن برابر با تمام دوران پهلوی است. کشته ها رو باید گفت، ایراد رو هم باید گرفت. نمیگم بگیم اون دوران بهش بود، ولی اصلا قیاسش با این شرایط قیاس مال فارقه. 53 رو گرفتن به جرم فعالیت. تنها کسی که جانش رو از دست داد ارانی بود و اونم به خاطر کمبود رسیدگی های پزشکی بود. 53 هستن که بسیارشون به خرج دولت رفتن خارج، تحصیل کردن و برگشتن. ببینید من مخالف بازداشت 53 هستم، واضحه. بسی آزادانه فعالیت میکردن و ولی با این رژیم آدمکش که چندین هزار نفر رو در این سالها از دم تیغ گذرونده، مقایسش فقط از یک جهل تاریخی به گمان من و یک بی‌انصافی تاریخی برمیخیزه. و خوشبختانه دیگه کسی بهشون توجه نمیکنه. اون حرفی که اون کسی که این حرفو زد به درستی به گمان من به حق مسحکه شد. برای اینکه آقای دکتر گفته بود اون آدم، برای بینندگانی که اطلاع ندارن از اون، آقای خزعلی گفته بود در یه برنامه BBC خزعلی وقتی که مقایسه که خامنه‌ای گفته بود که در دوران شاه استبداد زیاد بود، مردم آزاد بودن، حاکم خودشون بودن، اصلا قابل قیاس نیست الان آزادی. یعنی یه چیزایی میگن که واقعا فلفور، مال خود آقای خامنه‌ای هم فلفور تبدیل به مسکه. بله ایشون هم در ایران زندگی بکنه و نفهمه که این حرفا یا از یک ذهن متوهم میاد یا یه کسی که حاضر هر چیزی رو بگه برای اینکه رفع رجوع سیاسی بکنه. کجای ایران امروز با ایران دوران شاه از لحاظ آزادی قابل قیاسه؟ میدیدم یکی از این افراد دیگه ای که نماینده مجلس هم هست و نماینده کاندید دولت، گفته همین چند روز پیش دیدم که تحصیل کرده فرانسه هم هست، که در ایران امروز آزادی بیان بیش از فرانسه است. آخه شرم نمی کنید شما اینو میگید؟ خب وقتی رهبر عالی قدر میگه که در زمان پهلوی ها 1 تصمیم گیرنده بود و الان مردم تصمیم گیرندن، خود این واقعا مضحکه است. برای اینکه الان همه میدونن که همه کارا دست رهبر عالی قدره و کسی دیگه ای حق نداره صحبتی بکنه وقتی ایشون حکم حکومتی صادر میکنن.
دکتر میلانی، برسیم به آنچه که در امریکا شاهدش بودیم در طی 5-6 سال گذشته تا به امروز. من داشتم مقایسه میکردم تو ذهنم اون چه که در زمان نیکسون اتفاق افتاد و جریان واترگیت که رسانه آزاد و دو نفر خبرنگار محقق آمدند و کاری کردند که آقای نیکسون مجبور به استعفا شد قبل از اینکه استیضاح بشه و برکنار بشه. در طی چندین سال گذشته ما شاهد، و اون موقع ها رسانه ها همین رسانه هایی که الان هستن بودن و رسانه ای که یک جانبه بیاد و تمام وقت رو بگذاره برای تحریف حقایق و در واقع مشتی حرفای دروغ تحویل بینندگان و شنوندگانش بده وجود نداشت، در حالی که میبینیم که علارغم حضور تمام اون رسانه ها، رسانه هایی که میشه گفت رسانه های آزاد هستن، و تلاشی که کردن و افشاگری هایی که کردن در مورد آقای دونالد ترامپ، یک رسانه که بالاترین میزان مخاطب را داشت در امریکا تونست سیاست امریکا رو در واقع در دست بگیره و تمام اون حقایقی رو که مطرح میشد به عنوان دروغ به خورد مردم بده و جعلی اونها رو جعلی اعلام بکنه و واقعیت رو بگه اون چیزیست که ما میگیم. چه اتفاقی افتاد تو این فاصله زمانی که دیگه رسانه آزاد که یکی از مهمترین ارکان آزادی و دموکراسی تو این مملکت هست واقعا مورد سوال قرار گرفت و هنوز مورد سواله، برای اینکه این رسانه های به اصطلاح دست راستی اغراق‌گو داره تعدادشون هم باز بیشتر میشه و نفوذ بیشتری داره روی مردم امریکا، یعنی توده بزرگی از مردم امریکا. چه اتفاقی افتاده تو این فاصله؟ به نظر من دو سه تا اتفاق افتاده که حتما بایستی بهش اشاره کرد، ولی به گمان من قدرت مطبوعات آزاد و رسانه های آزاد در این 4 سال کم نبود. یعنی شما اگر نگاه بکنید که اونها با چه ممارستی در پی مقابله با هر دروغی که گفته می شد بودن و پیگیر بودن که در واقع یک روایت متفاوت از روایتی که در فاکس نیوز مثلا می آمد، یعنی فاکس نیوز بود ولی خب MSNBC هم بود، خانم ریچل مداز هم بود در مقابل آقای کارسون، و بعد بعضی از بزرگترین طرفداران آقای ترامپو در همون فاکس نیوز همین بقیه مطبوعات ملغ کردن وقتی که داستانهای زنبازی اینها رو، فشار اینها به روزنامه نگاران رو افشار کردن، از رئیس کل فاکس بگیرید تا مهمترین آدم تلویزیون فاکس و اورایلی رو مبلغ کردن دیگه. خب اینها یعنی هر دو طرف بودن. نیویورک تایمز با ممارست شگفت‌انگیزی عملا اسناد مالیاتی ترامپ رو در آورد. حالا میگن 10 میلیون صفحه همین دو روز پیش ناچار شدن به دولت ایالتی نیویورک بدن، جزئیاتش در خواهد آمد، ولی نیویورک تایمز در آورد. یک کنتور گذاشتن، هر روز دروغایی که رئیس جمهور میگفت میشمردن و اضافه میکردن و چیز میکردن. تفاوتی که به نظر من بود ایجاد شده در مطبوعات نیست، تفاوت در حزب جمهوری خواه. در دوران نیکسون یه تعداد قابل ملاحظه ای از سناتورهای جمهوری خواه وقتی که اسناد رو دیدن رفتن به نیکسون گفتن که استعفا بده وگرنه برکنارتون. از جمله گولدواتر که دیگه در اون زمان محافظه کارترین جمهوری خواهان بود و الان
حتی فکر میکنم از ایالت اریزونا میتونه انتخاب بشه، برای اینکه اینقدر حزب جمهوری خواه به راست کشیده شده. من از خود پسر گلدواتر شنیدم، رفته بودم سخنرانی در اریزونا، بعد صحبتم تموم شد، یه آقای اومد خیلی قیافش آشنا بود، گفتم من قیافه شما خیلی آشنا، گفت من پسر گلدواتر هستم و من میدونم که تو اسناد زاهدی بهش دسترسی داری، از طرف من بهش سلام برسون، چون گلدواتر پدر با زاهدی خیلی نزدیک بود. تو یکی از اون نامه های گلدواتر به زاهدی است که میگه رفتیم به رئیس جمهور گفتیم که باید بری، نمیشه دیگه. بعد گلدواتر به من گفت که من اینجا نماینده بودم ولی الان دیگه اینجا نمیتونم، از گلدواتر پسرش نمیتونه از اریزونا نماینده بشه. حزب جمهوری خواه الان یه بالای 70% هنوز معتقدن که ترامپ بله. رئیس جمهور برحق و ادعاهاش در مورد چیز درسته. یعنی اینه که تغییر پیدا کرده، اینه که یعنی یک حرکتی شده در جهت راست در حزب جمهوری خواه و ترامپ با دقت و با درایتی که داره و با توانی که داره اون حرکت رو درک کرده و ازش استفاده کرده و حزب رو عملا تبدیل کرده به ابزار خودش. به همین خاطر وقتی که در سنا می‌دونید سنا قرار بود در این دادگاه در این چیز به اصطلاح برکناریش، سنا در واقع جوریه دیگه، در مفهوم بله. واقعی سنا جوریه. میبینید طرفداران آقای ترامپ، آقای کروز روز قبلش رفته با وکلای نماینده آقای ترامپ ملاقات کرده، گفته هول نباشید، رأی معلومه چیه، از پیش ما تصمیم گرفتیم، خودتون رو گم نکنیم. به همین خاطر اون سه نفر اومدن اون حرفای مزخرف رو زدن، یا اصلا دفاع نکردن، برای اومد داستان بچگیش رو گفت، برای اینکه نتیجه رو از پیش میدونستن. خب این قابل عجیبه به نظر من. دکتر میلانی، در تایید صحبتاتون، صحبتهای آقای جانسون یکی از این سناتورها تا این لحظه که من و شما داریم صحبت میکنیم مورد تمسخر و تعجب قرار گرفته که ایشون با روی باز میاد و اعلام میکنه که این کسانی که آمدن و حمله کردن، چون جلسه بود برای بررسی این که چه اتفاقی افتاد و جلسه قرار ادامه پیدا بکنه در یک نشست دیگری، و علارغم 3 تن از کسانی که مستقیما در این جریان دخیل بودند، 2 نفر از مجلس سنا و مجلس شورا که به اونها یعنی در واقع مسئولیت مثل این که امنیت جلسات رو به عهده دارن، سارجنت آف آرمو، این 2 نفر و رئیس پلیس واشنگتن دی سی آمد و گفت این شورش بوده، شورش از پیش برنامه ریزی شده بوده، و این آقا در اومد گفت اینایی که حمله کرده بودن لباسای مخصوصا لباسا رو طوری پوشیده بودن اینا مخالفین آقای ترامپ بودن و آمده بودن اونجا که آشوب بکنن. و این جوی که گفتید و با این و با توجه به این که آقای ترامپ بازم از درد سر به وجود آوردن دست بر نداشته و الان قراره فکر کنم تو تا آخر هفته در یه جلسه شرکت بکنه و اونجا سخنرانی بکنه و گفته میشه جمع کثیری میرن اونجا شرکت میکنن، آیا فکر میکنید که حضور سیاسی ترامپ در جامعه امریکا، در سیاست امریکا خاتمه پیدا کرده، یا اینکه این داستان ادامه داره و دست بر نخواهد داشت؟ من فکر میکنم خاتمه پیدا کرده، اصلا فکر میکنم ادامه پیدا میکنه. حق قانونیشه، به نظر من حق قانونیشه. معمولا رؤسای جمهور این کار رو نکردن، وقتی که کنار رفتن یه 1-2 سالی سکوت کردن، ولی هیچ الزام قانونی نداره. حق آقای ترامپی که وارد فعالیت سیاسی بشه، $300 میلیون حداقل پول جمع کرده و دقیقا یک لیستی تهیه کرده از کسانی که علیهش رأی دادن، به صراحت گفته که تمام نیروش رو استفاده خواهد کرد برای اینکه اونها رو از کار برکنار کنه.
ظاهرا در همین جلسه ای که بهش اشاره میکنید، جلسه محافظه‌کاران حزب جمهوری خواهه، اعلام خواهد کرد که اون مشاور اصلیش آقای میلر گفته که چنین چیزی خواهد گفت، که او کاندید عملا نیمه رسمی دور بعد، برای اینکه هیچ کس دیگری از کسانی که ممکنه فکر ورود به فعالیت انتخاباتی داشته باشند اونها رو منصرف بکنه. به همین خاطر به نظر من نیروی مندگاری است در این دو سه سال آینده، ولی به قدرت سال پیش نخواهد بود، برای اینکه اون حاله قدرت و اون توان قانونی و مالی که در اختیار رئیس جمهور هست دیگه ازش برخوردار نخواهد بود. قدرتش به اندازه قبل به گمان من اصلا نخواهد بود، ولی قدرت مهم خواهد بود به نظر من. آقای دکتر، بریم به سمت و سوی کشور خودمون و اینکه تا الان جمهوری اسلامی و کسانی که امیدوار بودن که در واقع در مقابلشون کسانی که امیدوار بودن آقای ترامپ روی کار بمونه و جمهوری اسلامی رو ساقط بکنه، جمهوری اسلامی به کلی مایوس شده، ولی یک سیاستایی رو که داره به کار میبره در منطقه، به خصوص الان افشا کردن مدارک محرمانه ای که وجود داره در مورد در واقع رهبری که رهبر نیست، ولی خب آقای بن سلطان در مورد قتل قاشقی و این گونه مسائل و همچنین ندادن اسلحه بیشتر به عربستان و در واقع یه نوع حمایت از یمنی هایی که در واقع اونجا در مقابل عربستان و سعودی ایستادن، این رو به چه صورت میبینید؟ یعنی واقعا امریکا با سیاست جدیدش کجا داره میره؟ آیا امید این هست که سختگیری ها روی جمهوری اسلامی ادامه پیدا بکنه یا و بعدم رجزخانی های جمهوری اسلامی و خارج شدن از پروتکل الحاقی و این گونه مسائل، اینا خیلی پیچیده و قامز شده؟ بله، به نظر من همونطوری که میگید پیچیده و قامزه، و خاطرتون باشه وقتی که تازه بایدن انتخاب شده بود و خیلی انتظار داشتن از جمله جمهوری اسلامی، از جمله طرفدارای جمهوری اسلامی در آمریکا، به اصطلاح معروف مالکشان جمهوری اسلامی، همه تأکید میکردن که باید فوری تمام تحریما برداشته بشه، یه پنجره کوتاهی خیلی موقتی است این پنجره بسته میشه، همه این حرفایی که میزدن، من گفتم به نظر من بعیده که یک راه حل سریع و ساده باشه، چون نه در آمریکا و نه در ایران راه برای چنین گزار ساده‌ای وجود داره. کنگره آمریکا کماکان کنگره است که درش جمهوری‌خواها و جمهوری‌خواهان طرفدار آقای ترامپ کم قدرت درش نیستن. در ایران هم برادران قاچاقچی به سالی 40 میلیارد دلار درآمد دارن به یک روایتی از این قاچاق، به این آسونی حاضر نیستن که مسائلشون حل بشه، اونها هم نفعی در این چیز دارن. خود آقای خامنه ای هم به گمان من به هر حال نشون داده که تمایل اصلیش این است که با حداقل تماس با آمریکا این تحریم‌ها رو برطرف بکنه و بره به طرف چین و روسیه که گفته به گمانش آینده ایران در اون جهته. من فکر نمی‌کنم که این راه حل سریعی که بعضیا متصور در ذهنشون بود شدنی باشه. در مورد عربستان هم به نظر من همونطوری که گفتید یه تغییر مهمی صورت گرفته دیگه. آقای ترامپ در بست هر کاری که محمد بن سلمان میکرد، چه در داخل و چه در منطقه، صحه میگذاشت. الان رسما بهش گفتن، به عربستان گفتن که رئیس جمهور حتی حاضر نیست با اون مذاکره بکنه، گفته با پادشاه صحبت کنه.
دکتر من باید پوزش بخوام که بن سلمان رو محمد بن سلمان رو بن سلطان گفتم. این خطا از من بود که یک بار دیگه این رو مرتکب شده بودم و لازم دونستم تصحیح بکنم. این شرایطی که الان یعنی رجزخانی هایی که جمهوری اسلامی میکنه و عده ای از هموطنانی که شما هم خوب میشناسید و آشنا هستید معتقدن که در واقع امریکا میترسه از رفتن به سوی جنگ با ایران و اینه که داره مماشات میکنه. ما تازه بعد از سالیان سال شاهد بودیم که کشورهای اروپایی و اتحادیه اروپا حالا نه به طور کامل ولی راجع به حقوق بشر صحبت کردن در ایران و این گونه مسائل، در حالی که الان صحبتهایی که آقای من میخواستم این تناقض رو ببینم نظر شما چی هست، آقای جو بایدن در سختگیریایی که میکنه در مورد عربستان سعودی در مورد دقیقاً اشارش به حقوق بشر هست، در حالی که قابل مقایسه نیست اون چیزی که در ایران داره اتفاق میفته، کشدارهایی که شده و روز به روز تنگتر شدن حلقه کنترل و سرکوب در ایران، اصلا فکر میکنم قیاس معالفارق باشه. این رو چجوری میشه توجیه کرد؟ به نظر من توجیه نداره، به نظر من نادرستی سیاست ترامپه و سیاست بایدنه. به نظر من نمیشه شما بر قتل قاشقچی ایراد بگیری، درست در شرایطی که معلوم شده که نماینده رژیم در فرانسه در اتریش به حکم دادگاه جدی یه عده‌ای رو همدست خودش کرده برن چند هزار نفر رو بکشن. اگر اون بمبی که میذاشتن در به اصطلاح جلسه سالانه مجاهدین خلق چندین صد نفر چه بسا کشته میشدن. در همین دوران رژیم در زندانهاش داره چیکار میکنه؟ نمیشه شما، درست نیست، میشه ولی کسی حرفتون رو جدی نمیگیره. به نظر من خیلی کار آقای ترامپ نادرست بود که این گزارشی که فردا قرار چاپ بشه یا امروز شاید چاپ بشه در مورد اینکه CIA گفته ما سند داریم که تقریبا دقت دستور قتل قاشقچی رو بن سلمان داده، ولی واضحه که این تصمیماتی که در ایران گرفته میشه در مورد قتل مخالفین در خارج یا قتل افراد در داخل، حبس آدم ها در داخل، اینها رو خود آقای خامنه ای میگیره. نمیشه شما اونها رو بهشون ایراد بگیرید در مورد اینها سکوت بکنید. یکی دو مورد صحبت کردند در مورد گروگانگیری، وزارت امور خارجه صحبت کرده به اون در واقع تفاهم بین المللی پیوسته که کشورهایی که گروگان میگیرند ما بهشون باج نمیدیم. خب این گام مثبتی است، گرچه باید ایران رو هم بگمار من ایران و چین و اینا چهار تا کشور بیشتر نیستن که این کارو میکنن دیگه، ایران شاید بیش از همه کرده این کار رو، ولی حتما به گمان من بایستی با صراحت بیشتر با قاطعیت بیشتر به جمهوری اسلامی هشدار بدن که مسئله حقوق بشر مسئله جدی است. اگر ندن اون وقت ایرادی که بر عربستان میگیرن وجاهتش کمتر میشه قطعا. آقای دکتر کولبرانو سرکوب کردن، کشتن، حالا به جون سوختبران افتادن، اونا رو دارن میکشن، قتل عام میکنن، اینترنت رو قطع کردن اونجا، هر بار اتفاق این چنینی افتاده سعی کردن که اینترنت رو قطع بکنن که خبر نرسه و با تمام این شرایط سرکوب ادامه داره و جمهوری اسلامی داره به فعالیت های هسته‌ایش ادامه میده، موشک سازی ها و موشک پرانی هاشو توی آزمایش هایی که میکنه ادامه میده و هیچ به نظر نمیرسه که امیدی باشه برای اینکه واقعا کاری در مورد این حکومت واقعا ستمگر و آدمکش
انجام بشه. فکر نمی کنید الان جای اون داره کسانی که از آقای ترامپ فکر کردن آقای ترامپ حکومت رو سرنگون میکنه الان بیان و به جو بایدن و حکومتش فشار بیارن؟ این همه ایرانی که ما داریم در خارج از کشور با مراجعه به نماینده ها، به سناتورها و سایر امکاناتی که اینجا وجود داره فشار بیارن به آقای بایدن که راه درست رو انتخاب بکنه و مسئله حقوق بشر رو رأس کارهاش قرار بده با در مورد ایران. بسه حتما، و اگر ایرانیان خارج از کشور چه در اروپا چه در اینجا فعالیتشون مؤثر و در حد توانشون باشه، می‌دونید یک توان فکری، سیاسی، اقتصادی عظیمی ایرانیان خارج کشور دارن. اگر اونها فشار بیارن، به نظر من حتما باید بیارن، و اگر اون فشار رو بیارن حتما تأثیر گذاره. ولی این رو هم باید بهش توجه کرد، نه برای توجیه این بیعملی، ولی برای توجیه واقعیت موجود. ببینید جمهوری اسلامی بسیار با دقت عمل کرده برای اینکه عوامل خودش رو، چه از کسانی که مستقیما عاملش هست بودن، مستقیما قبلا کارگزارش بودن، یا کسانی که به طرق مختلف با رژیم همدلی دارن، همکاری دارن، همسویی دارن، در جاهای مختلف این افراد الان هستن. مثل چین ماجرا، چین یه چیزی داره الان علوم سیاسی بهش میگن شارپ پاور، قدرت تیز، دانشگاه ها فشار بیاره فلان میکنه. اینا هم نه در سطح چین ولی در همون سطح عمل میکنن، در دانشگاه ها سعی کردن رخنه میکنن، در مطبوعات سعی میکنن رخنه میکنن، خودشون رو متخصص نشون میدن و میان نظرات رژیم رو مطرح میکنن و بر جامعه ایرانیه که همونطور که شما میفرمایید اونایی که فکر میکنن حقوق بشر باید ملاک مهم این قضیه باشه. نمیشه به آمریکایی ها گفت که شما باید مسئله ایران رو برای ایران حل بکنید. آمریکایی به فکر منافع خودشونن. ما باید به آمریکایی ها نشون بدیم که به نظر من واقعا همینطوره، که اگر منافع آمریکا در دراز مدت رو میخوان، تنها راهش این است که در ایران یک حکومت دموکراتیک سر کار بیاد. تنها راهش این است که این اچافاتی که میشه در حقوق بشر، بلاهایی که الان در سیستان و بلوچستان دارن میارن، در جاهای دیگه دارن میارن، بر کارگران میارن، از کارگران هفت‌تپه تا هپکو بگیر، در همه سطوح یک زندان بزرگ، دائم هم گروگان میگیرن با بیشرمی و مبادله میکنن. تا غربی ها، اروپایی ها و آمریکایی ها قاطع نگن اینها باید متوقف بشه، این رژیم به این نکبت ادامه میده و این بر ماست که به اونها تفهیم بکنیم که منافعشون. من متاسفانه جلسه بعدیم شروع میشه، کلاستون شروع میشه، فرصت نشد در مورد فعالیت های مرکز سوال کنم. امیدوارم در آینده نزدیک بتونم مجددا در خدمتتون باشم، مفصل صحبت کنیم در اون مورد. ازتون سپاسگزارم، از بینندگان خوبمون و همچنین علی عزیز بی‌نهایت سپاسگزارم. تا برنامه دیگر، فرصتی دیگر، روز و روزگار به شما خوش.